اصل 147 که قبلا آمده بود و حالا اصلاح شدهش اینجا اومده. اصل 147 ما دیگه بحث نداریم آقا، چون به اندازه کافی رو این بحث کردیم. هر کس موافق رأی میده، موافقم نیست رأی نمیده، چون به اندازه کافی رو این بحث کردیم، هم دیروز هم اون. دو تا بابا رهبری با مشورت با قضات او و رهبری با مشورت قضات، دو تا بابا اختم چیز زشته مهم. خیلی بنده برای رأی گیری هم میخونم، چون دیروز به اندازه کافی موافق و مخالف صحبت کردم. فقط آقای صدوقی برای این نوبت گرفته بودن و بخشید. اگر به رأی میگذارید بخشیدم، به من کسی حرف بزنه منم حرف بزنم. بشه به حرف اهل نمیدید بارو گذاشتیم آقا. این کلمه نصب و واب زیاده من بخونم آقا، نمیذارید من بخونم آقا. اصل 147 آقای طاهری، آقای طاهری گرگانی رئیس نمی فرمایند اگه قراره کسی حرف بزنه منم. این من یعنی شما؟ بله آقا، چون دیروز مفصل اینجا بحث شده، امروز صبح هم بحث شده. اصل 147 رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می کند. لطفا رأی بگیرید. عبارت اگر اصلاحی می خواد بعد. چقدر دیروز رو این بحث کردیم؟ خیلی. صبح هم که ماشاءالله الحمدلله که او راضی بود. من تصدیق و مشورت شما هم اصلا دیگه تصدیق نمی‌کنم. منظور اینا این بود که واقعا اینو بنویسیم که احترام به رأی خودتون. ایشون اشاره کرد که سمت خام هاتون دو تا یعنی کل واحد را خوب. نتیجه رأی هم نشون میده که چطور بحث ها کافی بوده. عده حاضر موقع اخذ رأی 59، شماره آرا 59، موافق 57، مخالف 1، ممتنع 1، تصویب شد. عرض می شود که یک اصلی را آقایون صبح برای صورت جلسه آماده کرده بودید که اینجا نیامده. اجازه می فرماید این اصل که باز بحثی صبح روش بحث شده رو بخونیم.
راجع به دادگاه های انقلاب بود. دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی تا زمانی که رهبر انقلاب یا مجلس شورای ملی عدم نیاز به آنها را اعلام نکرده است به انجام وظایف قانونی خود ادامه می دهند. همینطور که صبح عرض شد به نظر رسید که این لازم بسیار گفتیم این ضرورت قانون هست که تصویب میشه این لغو قابل وسوسه است. نه بحث نشد. بگیم حالا ببینیم چی شد. این چی که اون نوشته خود حضرت عالی کو اون نوشته قوه شما رأیتونه بدین؟ رأیتونه بدین هم بدین بله نتیجه رأی 58 نفر عده حاضر، شماره آرا 58، موافق 40، مخالف 7، ممتنع 11. این هم تصویب نشد. رأی دادن برای این مبنا که این نیازی نیست در قانون اساسی نوشته بود. همه این بله همین. ما که رأی ممتنع داریم به اعتبار خونچوندنش در این قانون، نه به اعتبار خودش. بله بسیار خوب. حالا ما هم نتیجه رأی رو اعلام کردیم. خواهیم. آقا بعضی اصول هست که در چیز نیست. آقا قانون اساسی تصویب شده، صورت قانونی گرفته. آقا شما به اجرا در بیا، قانون مجلس بیا. آقای هاشمی نژاد این بحث رو اجازه بدید که این بحث در مجردن در کمیسیون میکنید اگر خواست. اجازه میفرمایید که ما صبح یک اصلی رو اونجا مطرح کردیم که من داشتم اینجا براش یه متنیم تکمیل می کردم. اینم کوب آقا اصل بدیم فقط گفتن در اینکه دو اصل باشه یا یه اصل باشه یا بعضی از قسمت ها رو مثلا هست.
دوستان اینجا صبح این اصل رو مطرح کردن بر اساس اینکه مجاز جور اجازه میفرمایید آقای مرادزی جور و مجازات شخصی است بستگان و کسان مجرم که دخالتی در ارتکاب جرم ندارند به دلیل انتصاب به مجرم مجازات نمی شوند. این مطلب به عنوان یک اصل آورده شده بود و یه مقدارم روش بحث شد و به نتیجه نهایی نرسید. حالا این رو اینجا مطرح می کنیم. اگر که دوستان بحث تازه‌ای روش ندارن به رأی بگذارید. بله. این از حقوق ها. بنابراین با اجازه دوستان به رأی می‌ذاریم. مربوط به قانون اساسی نیست. این چیزی که در قانون اساسی آقا این اصل رو تذکر بدید با آیون اینجا تصمیم بشه میبریمش تو حقوق ملت چون جنبه قضایی اساسی نیست آقا جز حقوق ملت از بعد از روشنترین مسائل حقوق ملت است که کسی را با حکم دیگری مجرم نشناسم در حقوق ملت باشون از فراعت بس شامل میشه این به عنوان یه اصل میشه آی بشت ما در حقوق ملت اصل براعت را آورده بودیم پس او به طور کلی شامل میشه اینجاش اینجا نیست مال قانون ما در قانون جزایی اونجا نوشته میشه ببین آقای ربانی این جزء حقوق اساسی است به این معنا عنایت کنید این غیر از اون مسئله اصل براعته این معناش اینه که هیچ کس یعنی مسئله مجازات گروهی مجازات خانوادگی این جور چیزایی که برای نبودنش در اسلام از بدیهیاته اما در فرهنگ بشر از بدیهیات نیست یعنی در تمدن‌هایی بوده است که مجرم خودمون میگیم در جاهلیت دیگه یک کسی را میکشته قوم او را میکشن من از نظر قانونی را میگم در رژیم شاه عمل میشد به او عرض میشود که بنابراین این جزء حقوق اساسی است همونیست که ما در اسلام هم میگیم ما خودمون در اسلام وقتی میخواییم بحث کنیم میگیم در جاهلیت اگر یک نفر از قبیله کسی را میکشت میرفتن همه قبیله رو در این جرم سهیم میدونستن و اصولا آیه ولکم فی القصاص حیاتون بیشترم ناظر به نفی همینه یعنی قصاص یعنی کیفر هم عرض کیفر هم حد نه بیش از حد در حقیقت بیشتر نفی میکنه اون حالت کیفر بیش از حدی رو که در جاهلیت بوده بنابراین این یک اصلی از اصول حقوق اساسی حالا برای ما امروز در عالم اسلام بدیهی و روشن است اون مطلب دیگری است دیه بر عاقله در اسلام که هست حالا آیون میگفتن دیه بر عاقله رو آیا ما اصلا دیه رو مجازات بهش میگیم یا نه مجازات مجازات خوب اجازه بدید پیداست که این هم احتیاج به بحث داره خوب این اصلی را که ما
در ترکیب اصلهای 15 و 16 میخواستیم. این آیون باید تشریف بیارن زودتر که ما بدونیم که بگه آن که بیرونم بله آن که بیرونم بله دوستان انعقاد میفرمایید ما دو تا اصل داشتیم 15 و 16 در طرح پیشنهادی با این شماره ها که البته وقتی می آمد تنظیم میشد مثلا اصل 152 3 4 اینجوری. این دو اصل این بود که قاضی موظف است نهایت کوشش را در یافتن حکم هر دعوا از قوانین و منابع معتبر حقوق اسلامی بنماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. و بعد داشتیم اصل بعدی در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی را در قوانین موضوعه اسلامی بیابد با استناد به منابع معتبر و قواعد اسلامی حکم قضیه را صادر می نماید. قرار شد این ترکیب بشه به این صورت در میاد. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین موضوع بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم اینجا هست که اشکال بعضی از آقایان برطرف میشه. در اصل پیشنهادی قوانین مدونه است. بله اشکالی نداره چون بعدش نوشتیم چی دیگه اشکال نداره. مهم نیست. و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. معلوم آقا آقای بهشتی در اون جایی که دارید باید مراجعه به منابع بکنه مراجع هم زیاد کنه. مراجع تقلید اگر پیدا نکرد به مراجع تقلید مراجعه کنه. اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر. آقای صافی صبح توضیح خدمتتون همه جوانب شدیم ولذا اینجا نوشتیم با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر. این توضیحی که صبح خدمتتون دادم یکی از این دو حاله، یعنی اگر واقعا نظرش احتیاطه که پس فتوای به احتیاط داره خوب عمل کنه، اگر بی نظر و فاقد فتواست میتونه یک فتوای معتبر رو ملاک قضا قرار بده، اشکالی نداره که چون فتوا مجزی است. و اون درجه خیلی زیاده که بخواد رأی نده بخواد بره اینکه بنابراین اگر بحثی در این زمینه نیست به رأی میگذارید. برای رأی گیری پس میخونم. بلا همونطور که بحثه نه من نمیدونم که بالا قبل ها هستن آقا بله همونطور که شما و سایر دوستان مسموح هستید حدود 63 نفر از قضات کشور یک نامه بسیار مفصلی نوشتن که خلاصش دو مطلبه و یکی این که البته یه مقدارش مربوط به شورای عالی قضایی بود که اون از تصویب گذشت حالا اون نمیپردازید. یکی این که آقا دو تا اصل خیلی اساسی هست در مسئله قضا که قانونی بودن جرم و مجازات که به اصطلاح به دنباله همون قبح قابل بیان خودمون و شخصی بودن، این رو گفتن که از اساس به اصطلاح اصول قانون اساسی باید باشه و بعضی رو گفتن که لزومی نداره. این که الان مطرح می‌فرمایید اینها در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مطرحه
اینا زیاد اهمیت نداره که در قانون اساسی هم نباشه. این توصیه است که کوشش کنه و فلان کنه. همون جایی گفتیم رسیدگی و صدور حکم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات به هر ترتیب که میتونه. این است که این مسئله قانونی بودن جرم و مجازات را اگه امروز هم نرسیدیم، دوستان محبت کنن راجع به این موضوع فکر کنن. اون مسئله کاپیتولاسیون هم اون دفعه هم گفتیم این روش فکر کنن. من عصر رو برای رأی گیری میخونم. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. لطفاً رأی بگیرید. دیوانه اداره تو داریم؟ بخونیم دیگه هر بحثی هم میکنم بشه بگیم نه نیم سرده نه فرده نماز باشه بیس دقیقه نیست شما اینو مطمئن بگیم من دیوانه اداره تو داریم اینه لازم آخر حالا بگیم دیگه به جلوتر هم بود. نتیجه رأی عده حاضر 61، شماره آرا 61، موافق 49، مخالف 4، ممتنع 8 تصویب شد.